خبر تبادل یک شهروند با تابعیت دوگانگی استرالیایی بریتانیایی را صدا و سیما این گونه اعلام کرد. تبادل جاسوس صهیونیستی با سه تبعه ایرانی. عصر امروز کایلی مور گیلبرت، جاسوس دو تابعیتی که در کوشش گردشگر برای رژیم صهیونیستی فعالیت میکرد، با یک فعال اقتصادی و دو شهروند ایرانی دیگه که به اتهام واهی دور زدن تحریم‌ها بازداشت شده بودند، مبادله شدند. اما احتمالاً از خودتان میپرسید چرا یکی از این سه شهروند ایرانی دو پای خود را از دست داده؟ آیا او از جانبازان جنگ ایران و عراق است؟ چرا هر سه ایرانی تبادل شده کلاهای شبیه سوزنبانان راه آهن روی سرشان گذاشتند و سعی می کنند چهره اشان به هیچ وجه دیده نشود؟ پاسخ به این پرسش ها را باید در اخبار گذشته جستجو کرد. این سه ایرانی که آزاد شدند به خاطر عملیات تروریستی در تایلند دستگیر و به زندان محکوم شده بودند. این سه نفر سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت زاده نام دارند که در سال 1390 تلاش کردند خودروی یک دیپلمات اسرائیلی در تایلند را منفجر کنند، اما موفق به این کار نشدند. پس از ترور چند تن از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در سالهای 1388 تا 1390، جمهوری اسلامی ترور این افراد را به اسرائیل نسبت داد و سعی کرد در پاسخ به آن دیپلمات‌ها و شهروندان اسرائیلی را در کشورهای مختلف هدف قرار داد. یکی از این عملیات‌ها قرار بود در تایلند توسط یک تیم سه نفره متشکل از سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت زاده انجام شود. ولی این تیم به قدری آماتور و غیر حرفه‌ای بودند که به هنگام آماده سازی بمب باعث انفجار آن در محل سکونتشان شدند. سعید مرادی که در اثر این انفجار زخمی و خون‌آلود شده بوده، از منزل خارج می‌شود و سعی می‌کند تاکسی بگیرد و از محل فرار کند. اما راننده تاکسی از سوار کردن او امتناع می‌کند. به گفته مقامات پلیس تایلند، مرادی به سمت تاکسی ماده منفجره ای پرتاب می کند. وقتی ماموران پلیس هم به محل می آیند و سعی می کنند او را دستگیر کنند، مرادی به سمت آنها هم نارنجکی پرتاب می کند که آن نارنجک کنار خودش منفجر و باعث می شود دو پایش قطع شود. رفاقت و وفاداری این تیم سه نفره یه تروریست هم مثال زدنی است. بعد از آن که مرادی زخمی می شود، دو نفر دیگر یعنی محمد خزایی و مسعود صداقت زاده او را رها می کنند و پا به فرار می گذارند. اما ماموران خزایی را قبل از آن که بتواند از کشور خارج شود در فرودگاه بانکوک بازداشت می کنند. مسعود صداقت زاده موفق می شود با پروازی به مالزی برود، ولی او هم در مالزی توسط پلیس بازداشت می شود. حکومت جمهوری اسلامی برای آن که بتواند این سه مامور آماتور خود را نجات دهد، یک استاد دانشگاه ملبورن استرالیا را به اتهام واهی جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و به 10 سال زندان محکوم می کند. بسیاری بر این باورند که اسرائیل که اسناد هسته‌ای ایران را با کامیون بار کرده و برده، باعث انفجارهای متعدد در تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران شده، رهبر القاعده را وسط تهران ترور کرده، برای رسیدن به اهدافش نیازی به استادان دانشگاه همچون کایلی مور گیلبرت استرالیایی یا احمد جلالی استاد ایرانی سوئدی ندارد. من پیاده شدم از ماشین رو، یعنی نشستم اومدم پایین رو رفتم، دیدم یه خانومی کاملا بازه، مهمونی شبانه دارن اونجا با لباس داخل مهمانیه. محمود احمدی نژاد کمچنان لهله میزند که مورد عنایت آیت الله خامنه‌ای و شورای نگهبانش قرار بگیرد و مجوز نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ای ایران را دریافت کند. در جدیدترین گفتگویش ماجرای گرفتن عکس یادگاری با زنان به قول خودش نیمه برهنه‌ای را تعریف کرده که در یک پارتی شبانه شرکت کرده بودند. ما یک کشوری رفته بودیم 3-4 ساعت اختلاف افق داشت، ما خسته رسیدیم جلسات 12 شب اونجا، یعنی 4 صبح اینجا. ما از 4 صبح امروز سوار شدیم، 4 صبح فردا می‌خواستیم استراحت کنیم. در سوار ماشین دیدیم یه خانمی داره جیغ می‌زنه. احمد نژاد تاریک. من برگشت بودم جو بودم خانومی میخواد ببینه این مامورین نظامی انتظامی اون کشور نمیذارن. من پیاده شدم از ماشین رو، یعنی نشستم بودم پایین رو رفتم، دیدم یه خانومی کاملا بازه، مهمونی شبانه دارن اونجا با لباس داخل مهمانیه. یکو همش ما میخوام شما رو ببینیم، اینا نمیذارن. ما طرفدار شما ایم، ما عدالت خواهیم، ما اصلا خود حزب اللهیم. ما
من خوب که تشکر کردم، گفت اینا نمیذار، گفتم الان اشتباه شده، من خدمت شما، گفت عکس گفتم بفرم، گفت صبر کن یه دوست منم توی خونه است میخواد عکس بندازه، رفت یکی دیگه دادیم اونم دیگه همینطوریه. قشنگ میگه برای مهمانی خانوادگی آماده کم خودشون اومدن دو تا ایستادن عکس انداختن. بعد جالب اینجاست وقتی که یه لحظه به خودشون اومدن، گفتم اونجا تو رو خدا ببخشید ما پاهامون برهنه است، ما وقتی شنیدیم اومدی دیگه اصلا همینطوری دویدیم اومدیم، ببخش. گفتم نه اتفاق نیفتاده، بالاخره عکس انداختیم که عکس ننداز، با عکس اینا منتشر میشه تو دنیا. گفتم بشه، اینا انسانه، دلشو ببینین دنبال حقیقته. پاسخ احمدی نژاد به پرسشی درباره مرگ خامنه‌ای و احتمال فروپاشی کشور در پی این رویداد هم شنیدنی است. احمدی نژاد در کمال خونسردی و به صورت تلویحی میگوید مرگ رهبر جمهوری اسلامی هیچ تأثیری بر کشور نخواهد داشت و آب از آب تکان نخواهد خورد. نگرانی که تو اذهان بعضی از مردم هست اینه که میگن بعد از رهبری مثلا آیت الله خامنه‌ای در کشور چه اتفاقی میفته، مثلا فروپاشی نیفته. اصلا چقدر این اصلا موضوعیت برای این سوال و حرف شما قائلید که نوع کسانی که ذهنشون مشغول به این حرف هاست دنبال قدرت هم. ما وظیفه امروز اونو باید انجام بدیم. وظیفه امروز چی هست؟ اینو باید انجام بدیم. والا همین ملت هست، خدا هست، چند هزار سال بوده، خدا بوده، ملت هم بوده، ایران هم بوده. این حرف به نظر من اصلا جایی برای گفتن نداره. اونایی که سیاسیونن دنبال قدرت خودشونن، چی میشه آقای دنبال اینن که یه جاپایی پیدا کن. ولی ما وظیفه امروز اونو انجام بدیم. خدا میگه من حواسم بهتون هست، ملت هم که یه ملت بزرگ آگاه هست دیگه، چه مشکلی هست. احمدی نژاد در گفتگوی جدیدش هم ماننده همیشه دولت خودش را موفق‌ترین دولت ایران در طول تاریخ کشور معرفی کرد. ببینید علی‌رغم اون همه کارشکنی، به خصوص دور دوم که دو تا قوه هر کدوم یه طرف می‌کشیدن، بیشترین کار انجام شده در کشور، در تمام ساحات کشور، در تمام ساحات مال دولت ماست. سرمایه‌گذاری صنعتی قبل از ما 60 سال یه چیزیه، در دولت ما دو برابر شده. خب این گفته میشه به برکت درآمد سرشار نفتی بوده که اونم اجازه بدید صحبت میکنم. اینطوری نیست، دو برابر شده. زیر ساخت ها همه دو برابر شده، یعنی هر چقدر مدرسه بوده، هر چقدر ورزشگاه بوده، راه بوده، بندر بوده، دو برابر در مقایسه با آنچه که بوده، هر چی بوده قبل از بعضی ها چند برابر شده. مثلا ما دولت تحویل گرفتیم، کل ظرفیت تولید سیمان 32 میلیون بوده، ما تحویل دادیم 86 میلیون. ظرفیت تولید برق 38,000 مگاوات، تحویل دادیم 71,600 به اضافه 25,000 مگاوات ساخت با 60% پیشرفت، یعنی اونو اضافه کنی 2.5 برابر میشه. همه ساحات در تولید کتاب چند برابر، همه جا، یعنی نسبت خیلی بالاست. خیلی اصلا ربطی به درآمد نفتی نداره.